با درود خدمت شما بزرگواران، امیدوارم که شب و روز خوبی رو سپری کرده باشید. در مورد اتفاقات در انتخابات امریکا باید به یک نکته اساسی اشاره کنیم و اون هم حضور پررنگ رمز ارزها در انتخابات امریکا هستش، به طوری که ترامپ 3 سال پیش اعلام کرده بودش که رمز ارزها کلاهبرداری هستند و در یک چرخش بعد از 3 سال عملا اعلام کرده که اگر در انتخابات پیروز بشود از بیت کوین به عنوان یک ارز رایج استفاده خواهد کرد و خیلی از بدهی های امریکا را به واسطه بیت کوین پرداخت کرد. به این صحبت های کوتاهش گوش کنیم. خب ببینید، چرخش خیلی عجیبی کرده و الان عملا بیت کوین شده اسپانسر اصلی ترامپ در انتخابات 2024. ترامپی که 3 سال پیش عملا منکر وجود چنین ارزهایی بود و میگفت این بزرگترین کلاهبرداری قرنه، ولی امروز که برای اینکه بتواند بر عرصه سیاسی امریکا سوار شود از این فرفند استفاده کرده. قبلا هم گفتیم خدمتتون که امریکا یک سیستم هستش و تغییر ریاست جمهوری ها در هدف کلی بر صورت آنچنان تاثیرگذار نیست، در راه و روش رسیدن به اون هدف مهمه. برای همین وقتی نگاه میکنیم فرایندهای جهانی رو میبینیم که مردم رو دارن سوق میدن به سمت ارز دیجیتال و رمز ارزها، به حال رمز ارز و ارز دیجیتال با هم متفاوته، حالا اینجا جاش نیست که صحبت کنیم، ولی به این واقعیت میرسیم که کاملا قضیه رمز ارزها جدی است و از ابزاری مثل ترامپ که عوام پسنده و جریان تقریبا بی سواد و سنتی در امریکا حامی ترامپ هستند، دارن با این مقوله آنها را آشنا میکنن. امروز هم کنگره آمریکا یک قانونی رو داره بررسی میکنه که پیش به فدرال رزرو، یعنی فدرال رزرو پیشنهاد میکنه که بیت کوین رو به عنوان یک دارایی ذخیره استراتژیک محسوب کنن. همه اینها رو اگه کنار هم بگذاری ببینید یک اتفاق بزرگی در حال رخ دادن هست، اتفاقی که در سال 2008 در بحران فراگیر در امریکا باعث شد که اقتصاد آمریکا عملا به صورت سوری ورشکست بشه و خیلی از دارایی های مردم از بین رفت و همزمان میبینیم با اوج بحران اقتصادی در امریکا بیت کوین ظهور میکنه. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، دوست داشتم سخنان بر صورت فرماندار فلوریدا که هم حزب ترامپ هست و رقیبش بودش ولی خب الان کنار رفت و 1 سال پیش بشنویم و بعد ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم. So, how concerned are you that in the wake of whatever the next economic disruption that we're going to face is, and everyone kind of feels like maybe there's something coming, that will wind up with digital currency issued by the central bank? Well, if I am the president on day one, we will nix central bank digital currency. Done, dead, not happening in this country, in the state of Florida, because the Fed has been talking about this. Oh, yeah. And what the Fed said was, well, you know, we wouldn't do it without consulting the legislative and executive branches. Ideally, we would get a law passed. No, 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 no. That's not how the Constitution says. It's only ideal that you get a law passed. You would have to get a law passed. I don't think Congress would pass that. So I think the Fed may try to do something unilaterally. So what we did in Florida is we basically passed the law that says we do not recognize CBDC in the state of Florida. And I think other states are probably going to follow suit. That will jam their ability to do it through executive action. They don't have authority to do it. There'd be lawsuits and everything. For those who don't know what CBDC is, what they want to do, and this is tied in with like Davos, World Economic Forum, all these people. They want the Fed, they want to get rid of cash. They want no cryptocurrency. And they want this to be the sole form of legal tender. And they have said this publicly at like Davos and these other places. It will allow them to prohibit, quote, undesirable purchases
like fuel and ammunition. And so the minute you give them the power to do this, they are going to impose a social credit system on this country. CBDC is a massive threat to American liberty. On January 20th, 2025, it goes to the ash heap of history in this country. So if you were to become president, and previous presidents have discovered this, so you and the vice president. خب اگر دقت کرده باشین قبل از اینکه کنارگیری کنه و ترامپ به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه کاندید بشه عملا اجرا کرد، یعنی در ماهیت بازی متوجه میشیم که این بازی طی یک 7-8 ماه گذشته داغ شده و این یک دلیل بسیار واضحی داره. ببینید، مهمترین کلاهبرداری قرن و چاپ اسکناس و حالا پشتوانه های مختلف، یه زمانی پوند انگلستان بود و امروزه که دلار امریکا هست، مهمترین کلاهبرداری هست. یعنی بانک های مرکزی به قدری اسکناس چاپ کردن و به واسطه چاپ اسکناس الان بده کشورهای بدهکار نیازمند این هستن که این بدهی رو سر و سامان بدن. برای این موضوع به چند روش برحال مجبور میشن چند روش رو پیاده کنن که یکی از این روش ها ایجاد تورم هست، دیگری ایجاد بحران هست که به واسطه این بحران ها مثل اپیدمی، جنگ یا جنگ های داخلی میتوانن تورم رو بالا ببرن و بالا بردن هست، و دیگری یکی ارزهای دیجیتال هست. ببینید، ماهیت رمز ارزها عملا یعنی هیچ. شما قدیم ها و قبل از اینکه اسکناس رایج بشه، مردم به اندازه سکه های طلایی که داشتن اعتبار داشتن، و بعد از اون یواش یواش سکه های اعتبار رو با فرد های معتمد سپردن و جا چک گرفتن، بعد اسکناس خلق شد و الان داریم میرسیم به دوره سوم کلاهبرداری بزرگ قرن که آن چرا به عنوان بدهکاری خلق کردن رو بیایند و در یک بازار هیچ به نام رمز ارز به حال این بدهی رو از بین ببرن. به هر صورت شما میدونید وقتی رمز ارزهای شما در کیف پولتون قرار داره، بدون شک حالا میتواند هک بشه، به سرقت بره، و بعد از اون بعد برای جابجا کردن و برسا تبدیلش کردن نیاز به کامیشن داریم و این کامیشن ها به مرور زمان سرمایه شما رو میخوره. ولی خب مهمترین بخش این موضوع که حالا در رده بالای نظام سلطه جهانی تصمیم گیری شده کنترل هست، همونطور که فرماندار فلوریدا اعلام کرد، یعنی شما به واسطه حتی این رمز ارزهایی هم که دارید توانایی خرید تمام محصول ها ندارید و به هر حال اون سیستم بلاکچین که در اینها تعبیه شده به شما اجازه آزادی عمل رو نمیده. الان شما یک 100 دلاری داشته باشید تو جیبتون، در هر جای این کره خاکی میتوانید برید خرید کنید بدون اینکه دولت ها رصدتون کنن. ولی بعد از اینکه حالا شما پولتون تبدیل به ارز دیجیتال شد، مثل همین ویزا کارت و مستر کارت یا این دبیت کارتی که دستتونه، و بعد از اون به سمت رمز ریال رفت، رمز ارز رفت، کاملا در سیطره هستیم. برای همین امروز میبینیم از ترامپ به عنوان یک ابزاری برای پیاده سازی و مفهوم سازی به دنیای رمز ارزها که قراره از سال 2025 وارد فاز جدیدی بشه استفاده خواهند کرد، و یکی از بر صورت این دلایل استفاده از رمز از کنترل، و دیگری حجم و از بین بردن این حجم از نقدینگی که الان در بازار هست. شما ببینید همه میان به حال اون هیجانی که در بازار بیت کوین ایجاد شده، خیلی ها میگن سرمایه پول های خودشون رو تبدیل به بیت کوین میکنن، و در زمانی که حالا اینترنت متصل نباشن، برق نداشته باشن، یا دنبال به حال به واسطه حمله هکری، حالا حمله هکری از روسیه، کره شمالی، ایران، یا به هر صورت ممکنه اینها دچار دستخوش تغییراتی قرار بگیرن و یک شب سرمایه شما بر صورت به هیچی برسه. فرایندها رو به کنار هم بگذاریم، داریم به سمت کنترل 100% بشریت میرسیم و داریم از جریان بر صورت خصوصی سازی و خیشفرمایی داریم میریم به سمت یک نظم جدیدی که همه چیز رو تحت کنترل خودش داره، و بشر منباب این که در آینده بخواد زندگی کنه نیاز به یک اعتبار جهانی داره و اون رو در قالب یارانه به بشر
بر صورت هبه میکنن یا اهدا میکنن. این یک توضیح کوتاهی بود در مورد این جریان بیت کوین که خیلی از دوستان در موردش پرسیده بودن که چرا ترامپ تغییر موضع داد و بعد از 3 سال به این گونه وارد شد. بر صورت تمام جریان های چپ و راست، مثلا در انگلستان جریان حزب کارگر و حزب لیبرال، در داخل ایران اصلاح طلب و اصولگرا ارزشی، اینها در ظاهر تفاوت‌های ایدئولوژیک و بر صورت راه مسیرهای مختلفی رو برای رسیدن به اون هدف واحدی که در جهان تعبیه شده انجام میدن. در ماهیت فرق نمیکنه. نمونهش هم در زمان کرونا مشاهده کردین، چه کره شمالی باشه، چه جمهوری اسلامی باشه، چه روسیه باشه، چه امریکا و آلمان باشه، واکسن و ماسک اجباری میشه. این چون یک قانون جهانیه. در مورد رمز ارزها هم به این گونه هست و برای همین موضوع خواستم این مطلب رو به صورت کوتاه و گذرا خدمتتون عرض کنم که بدونیم واقعیت ماجرا چیست.